بخش از حوزه تمدنی منطقه است که در مقاطع مختلف تاریخ جایگاه آن در دانش، فرهنگ و تمدن بشری افتخار آفرین بوده است. شخصیت های بزرگ بخشی از نام‌آوران این خطه در سرسرهای مختلف بودند. بزرگترین فقها و علمای خلدگرا بنیانگذار بزرگترین اندیشه های دینی ریشه در این سرزمین دارد. اما در چند سده اخیر کلیت این جغرافیای تمدنی به دلیل رقابت های منفی و دخالت های خارجی و همدستی عوامل داخلی آنها دچار تغییرات گسترده گردیده است. مردم ما به خاطر تأمین عدالت اجتماعی، پیوستن به کاروان ترقی و پایان بخشیدن به قطع‌ماندگی، محرومیت و تبعیض تلاش ورزیده و در این راه قربانی های زیادی دادند. سرکوب ها، اعدام ها و زندانی شدن های نخبگان، قیام های ملی و دینی، مبارزات عدالت خواهانه، جنگ های آزادی بخش به ویژه جهاد و مقاومت، مقابله با تروریسم و هجرت میلیون ها باشنده سرزمین ما گواه انکارناپذیر حقانیت دایه و قربانی های ماست. بعد از مقاومت اول مردمی در برابر طالبان، زدوده شدن آنها از صحنه قدرت و 20 سال تلاش و سرمایه گذاری مشترک جامعه جهانی و مردم افغانستان به خاطر تأسیس دولت ملی و سایر ارزش های امروزی، بار دیگر کشور زیر سلطه طالبان قرار گرفت. دو دهه فرصت های ارزشمندی برای بیرون آمدن کشور از انزوای بین المللی، مشارکت سیاسی، توسعه زیرساختها و تمرین دموکراسی را فراهم آورد. علی‌رغم ناکارآمدی های نظام سیاسی و ناامنی های ناشی از اعمال طالبان و سایر گروه های تروریستی، مردم توانستند تحولات مثبت و بزرگی را در سطوح مختلف رقم زنند. از آموزش میلیون ها دختر و پسر تا گسترش نهادهای تعلیمی و تحصیلی، فعالیت های مدنی و آزادی بیان از جمله دستاوردهای مهم همین دوره می باشد. این فرصت های ارزشمند که به بهای تلاش های امیدوارانه مردم و قربانی های دامدار فرزندان دلیری این سرزمین به دست آمده بود، به دلیل نبود دیدگاه کلان ملی در سطح رهبری نظام، فساد گسترده اداری، ادامه جنگ تحمیلی نیابتی طالبان و شرکای تروریست آنها، تحمیل سیاست های تنگ نظرانه در ساختار حکومت، بازی های کشورهای منطقه و فرامنطقه با اهداف و استراتیجی های متعارض سرانجام از دست رفت و بار دیگر زمینه حاکمیت نیابتی طالبان را فراهم کرده و افغانستان را به انزوا و بحران